خدت مخالفين. سلام علیکم، بفرمایید. السلام باشید. زنده باشید. بخشید. امام موسی کاظم علیه السلام فرمود مردی از قوم میآید، پیری از قوم میآید، مردم نگفتم را به حق پیر. فرا میخواند. پیری نگفتم. سیظهر رجل من اهل قوم یدعو الناس الى الحق یجتمع معه قوما كزبر الحديد. مرحبا. بله بله. پیامبر صلی الله علیه و آله سلام. خب این ببین آخر زمان، اجازه بدی الان گوش کن، الان گوش کن. این روایت سند نداره اولا، و اهل قوم عددشان کم نیست، عددشان زیاده. و بله برادر عزیز من، و دعوت کردن مردم به ابن عربی، نامه بفرست به گورباچوف که بیا تو پیرو ابن عربی شو، به جای اینکه دعوت بنویسه به گورباچوف که تو بیا پیرو امام صادق علیه السلام بشو، نامه بنویس به گورباچوف که تو بیا پیرو ابن عربی، اونم کی؟ ابوبکر ابن عربی. اصلا اسمش ابوبکر، کنیش ابوبکر ابن عربی هست، اون کسی که میگفت همه چیز خدا هست. این برادر، این دعوت به حق نیست. شما مردم را دعوت میکنید به اینکه بله بله بیایید ابوبکر و عمر را مثلا اونها را توهین نکنید، عایشه مثلا ام المؤمنین، این دعوت به حق نیست. عمر یا برادر شما، این دعوت به حق نیست. دعوت به ولایت فقیه دعوت به حق نیست. دعوت به حق اینه که من انجام میدم، دعوت به دوازده امام میکنم. درست. من یه سوالی هم داشتم. حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن که در آخر زمان گروهی از شیعیان علی میآیند که نگاهشون به صلوات الله علیه. درسته. شیعیان امام علی علیه السلام، امیرالمومنین علیه السلام میآیند که دلهایشون به واسطه روح الله به هم نزدیک میشود. روح الله، بروح الله، بروح روح الله. نه روح الله، روح الله، روح الله. برادر عزیز من، رحمت خدا. این رو شما بردین که این منظور فلانی. حالا من یک پاشه، حالا اینم میگیم، ایک در سختگی های شما جواهد دجالی هست. این روح الله هست. بله، و این در روایت زیاد آمده که به وسیله روح الله، اینطور روح الله. برادر عزیز من، این در کتاب بحار الانوار است، علامه بزرگوار مجلسی فورا اینجا بحثش هم نه متوجه نیستی، متوجه نیستی. یک لحظه، یک لحظه، من این روایت نشان میدم چون خدعه شما. نه 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 نه، من این رو نشان میدم بعدش، من قطع نکردم شما. این دوستان عزیز من، خدمت شما عرض کنم که در کتاب بحار الانوار هست، بله، اتاق فرمان بحار الانوار مجلد 65 رو بیاریم، بحار الانوار مجلد 65. بله، او روح الله هست، او رو بردن روح الله درست کردن. روح الله یعنی رحمت خدا، یعنی راحت خدا. نه اینکه منظور شخصی باشه، اگر شخص منظور می بود خب باید می گفتن شخصی به نام روح الله. روح الله در روایات زیاده، روح الله که خداوند به وسیله روح الله فلان کار را میکند، فلان کار را میکند. این منظور رحمت خدا هست. این را بردید با اون فلان شخص، این هم از دجم. حالا من برمیگردم به شما، حالا اتاق فرمان برمیگردند. بفرم. یالله یاری عزیز، من یک دیگه هم میخواستم سوال هم این آورد، یه لحظه این کتاب آوردن، کتاب آوردن، من نشان میدم کتاب را، یه لحظه. بله، این بحار الانوار. شما جماعت دجالیه ببینید، همون طور که جماعت ابوبکر و عمر پیروانشان را با خدعه های عجیب و غریب گول میزنن، این جماعت هم گول میزنن. اینه کتاب بحار الانوار، ببینید دوست، عذر میخوام، کتاب بحار الانوار الجامع لدرر اخبار الائمه الاطهار علیهم الصلاه والسلام، مجلد چنده؟ مجلد 65، 65، صفحه 139. روایت میکنه از کتاب بشارت المصطفی صلی الله علیه و آله. بله، اقبل ابو بکر و عمر و الزبیر و عبد الرحمن ابن عوف جلسوا بفناء رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم، فجلس الیهم فانقطع شأس. اوه، ابو بکر و عمر و عبد الرحمن ابن عوف آمدن در بیرون در رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم نشستن. رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم آمدن، این بند کفش ایشان پاره شده بود، کفش را دادن به امیر المؤمنین علیه الصلاة والسلام که این امیر المومین علیه السلام کفششان را پینه بزند، بدوزد. بعد فرمودن ان عن یمین الله عز و جل او یمین العرش قوما منا علی منابر من نور، از دا جانب دست راست عرش خدا یک قومی هستند از ما که بر منبرهای نور میشینن. وجوههم من نور، چهرهای اونا از نوره. ثیابهم من نور، بله پیرهای اونا از نوره. تغشی وجوههم ابصار الناظرین دونهم،
بله، این نوری که بر اونها هست روی اونها را میگیرد و مردم از شدت نور نمیتوانند به اونها نگاه بکنند. قال ابوبکر، اونها کی هستند؟ ساکت ماند. زبیر گفت، اونها کی هستند؟ رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم ساکت ماندند. عبدالرحمن ابن عوف گفت، کی هستند؟ فرمود رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم ساکت ماندند، جواب ندادند. بعد امیرالمؤمنین علیه السلام فرمودند، یا رسول الله، من هم یا رسول الله، یا رسول الله، اونها کی هستند؟ صلی الله علیه و آله و سلم. فقال هم قوم تحابوا بروح الله على غير انصاب ولا اموال اولئك شيعتك وانت امامهم يا علي صلوات الله علیه. فرمودن اونها گروهی هستند که با هم دیگر محبت میبرزن به رحمت خدا، روح الله، به رحمت خدا با هم دیگر محبت میبرزن. الا غیر انصاب، اونها با هم دیگر برادران پدری نیستند که بله از یک پدر باشن، اما بدون اینکه نسبشان مشترک باشد با هم دیگر محبت میبرزن. به چی واسطه؟ به واسطه روح خداوند متعال. روح یعنی رحمت پروردگار عالم. ولا اموال، بله اونها با هم دیگر محبت می‌ورزن، نه به خاطر مال، نه به خاطر نسب مشترک. اولئک شیعتک، اونها شیعیان تو هست، و انت امامهم یا علی، و تو امام اونها هستی یا امیر المؤمنین صلوات الله علیه. بیان بروح الله ای برحمته او بدینه او علمه او بخلفائه. روح الله منظور چیه؟ علامه مجلسین می‌فرماید که رحمت خدا، دین خدا، علم خدا، یا خلفای پروردگار عالم ائمه طاهرین علیهم الصلاة والسلام. والحاصل، حاصلش اینه که حبهم لله لا للاحساب والاموال والانصاب وصائر امور الدنيويه. حاصلش اینه که بله حب اونها بین هم دیگر به خاطر خدا هست، به خاطر رحمت خدا هست، دین خدا هست. بله این را شما آوردید، این پدر سوختگی را ببینید، این را بردن میگه این بر روح الله منظور آخر خودی. ای بیچاره حجت الكفر. پناهیان به مردم همین ها رو یاد میدی؟ بی غیرت. این کارهای پناهیان، پناهیان و امثال پناهیان. آدم نمیدونم پناهیان این حرف را زده یا نزده، اما این علمای آخوندهای درباری به این طوری مانند ابو حنیفه که مردم را بیچاره کرد، اینا اینجوری مردم را به ایمه اطار علیه السلام دروغ میبندن که این منظور آقای خمینی. لا اله الا الله. بفرما بزرگوار. آیا لایری، من آخرین سوال من متاسفانه جواب شما رو اصلا نتونستم بدم، چون از ماوراء نمیتونم دارم اونو از اینترنت دارم نامونا، متاسفانه اصلا نیدم، اما انشالله فردا میبینم. تکرارش رو ببینم، تکرارش. سوال سوم من اینه که آیه شهید اول داخل کتاب خودش، یه آقای دیروز زنگ زده بود که خود بنده بودم گفته بودم شما قطع کرده، جلو آخرش اینی گفته بود در عصر غیبت وظیفه واجب فقیه است که در احکام حکومتی در عصر غیبت وظیفه واجب فقیه است که در صورت امکان به اجرای احکام حکومتی بپردازد و بعد از اون واجب فقیه جامع شرایط پشتیبانی کند و فقیه میتواند در صورت امکان از آنان که شایستگی برای اجرای احکام حکومتی ندارد جلوگیری کند. از این دیگه بهتر این دروغه، این تهمته. ببین من به شما یک چیز بگم، علمای شما این خیلی شایع بین علمای شما، چیزهایی را که علمای سابق نگفتند، مثلا شهید اول نگفته، جناب مفید نفرمودن، علامه حلی نفرمودن، اینها به دروغ نسبت میدن. اونا یک چیز دیگر گفته، اینا مثلا اون را به فارسی ترجمه میکنن، از پیش خود دو تا زهرمار اضافه میکنن و اون را اضافه میکنن. شما بفرمایید در کدام کتاب گفته تا من اصل کتاب رو برای شما در کدام دروس، من همین عربی شما میخونم یه سال برای شما کتاب دروس صفحه و جلدش، صفحهشو بگین. جلدش متاسفانه من ندارم، اما عربیش میتونم برات بخونم، اگه جلدش بخونم فردا شب زنگ میزنم. صفحهشو بگین، صفحهشو بگین، صفحهشو ندارم من متاسفانه. خب این ببین، این الان من به شما قول میدم این احکام حکومتی را از پیش خود اضافه کرد. حالا شما بگین عربیش. حالا من آخر 4 سال آخر سوالو بگم که نه اینو بخون، عربی رو بخون، عربی رو بخون، عربی رو بخونم. ول حدود التذیرات الا الامام والنائبۃ ولو عموما فیجوز فی حال غیبۃ لفقیه اقامتها مع المکنته و یحب علی الامه تقیتا مع انول مختزب علیه. خب کجای احکام حکومتی؟ احکام حکومتی کجا بود؟ نه این آخرش و یحب علیه الفتاح مع امنو الى آمت المسیحت الی و تراکم دو فی للاحکام. احکام حکومتی کجا بود؟ و تراجع الیه الى الاحکام. بله برای ایشان مردم برای احکام باید مراجعه بکنه، این که ما قبول داریم. احکام حکومتی اون از پیش خود اضافه کردن. این برادر عزیز، این شما که میگفتی این حرفا درسته، این قول عده ای از علما هست که مثلا عالم در عصر غیبت میتونه احکام و حدود اینها را
بله اجرا بکنه، این قول هست بین فقها، اما این لازمش حکومت نیست. اینها نسبت میدهن این قول. حالا شما از تلویزیون خوب گوش بکن، من توضیح نه میدم، آقای من قبلا هم توضیح دادم این مسئله را. این یک زرنگی هست، پدر سوختگی هست، این یک خیانته که نسبت میدهن به علمای بزرگ ما که اینا قائل به حکومت ملا بودن، حکومت آخوند طایفه، ملا طایفه بودن. میگن چیه؟ میگن اونا گفتن که بله ها مجتهد حق دارد که مثلا حکم را جاری بکند. حکم را جاری بکند منظور اینه چیه؟ که مثلا دوست بیاد دست دوست قطع بشه، کسی که زنا کرده مثلا شلاق بخورد، شراب خورده شلاق بخورد. این مسئله خودش که آیا روحانی فقیه مجتهد این حق را دارد یا ندارد، این بین علما مسئله خلافیه و اجماعی نیست. بعضی گفتند که این حق را دارد، خیلی خوب، این حق را که دارد که فقیه اجرا بکند و در صورتی که برایش امکان داره این کار را بکند، میگن قائل به اینه که این فقیه باید حکومت بکنه. من قبلا گفتم مقام قضا لازم اش مقام حکومت نیست. این که ائمه اطهار علیهم الصلاة و السلام فلان شخص را فلان شخص را به او میگفتن که یا فقها را مقام قضاوت داده اند که اینها مثلا منصب قضاوت داشته باشند، معنایش این نیست که اینها حاکم جامعه باشند، معنای حکومت داری نیست، لازم اش این نیست. برادر عزیز من، قاضی یک شغله، حاکم جامعه شغل دیگریه. فقیه مثلا حکم بدهد که دست فلانی قطع بشه، خب این که در تاریخ سابقه خیلی زیاد داره. فقها منصب قضا را داشتن، فتوا میدادن دزدی ثابت میشه که دستش قطع بشه، این لازمش این نیست که او حاکم باشه. این یک تهمت دروغه که به فقها شما نسبت میدهید و این علمای شما با زرنگی، با پدر سوختگی، همون پدر سوختگی عمری و بکری، همون کار را اینا میان در بین شیعیان اجرا میکنن. دروغ های بزرگ گنده را نسبت میدن به علمای ما، در حالی که علمای ما این چیزها را نگفتن و میگن علمای بزرگ ما همه گی طرفدار ولایت فقیه بودن مسئله اجماعی. دروغ این حرف، این همش تهمته به علما. و این کلامی هم که شما از دروس خواندید، این کلام هم همون چیزی بود که من گفتم که بله در مقام قضا اجرای احکام، بله این بله این قول عده‌ای از علما هست، حالا شهید اول طرفدار این قومه با قول هست، بله این قول طرفدار داره بین علما، ما منکرش نیستیم، اما این لازمش حکومت نیست. هیچ ملازمه‌ای وجود ندارد بین مقام کسی که قاضی هست باید حاکم هم باشه، هیچ ملازمه‌ای وجود ندارد، بلکه بالعکس همیشه قاضی غیر از حاکم، قاضی غیر از حاکم در تمام دولت ها برید، قاضی غیر از حاکم، خیلی کم در تاریخ که قاضی حاکم هم باشه. این یک حرف علکی، حرف هوایی که شما آمدید برادر عزیز من، این را نسبت میدهید به علمای ما و یک دروغ خیلی بزرگ، دروغ شاخدار. و چون در ایران اکثر طلبه ها مثلا مطالعه نمی کنن، تحقیق نمی کنن که برن سر بدن این کسی، این آقایی که این حرف را میگه واقعا در اون کتاب اینطوری آمده یا نمده، این کار را اصلا انجام نمیدن. مقاله را میخوانن، بله مقاله درباره ولایت فقیه نوشته، اون یارو در مقاله خود مینویسه که بله شهید اول اینا گفته، شهید ثانی اینا گفته، محقق اینا گفته، نمیدونم مفید اینا گفته، سید مرتضی اینا گفته، علامه هلی اینا گفته. او بنده خدا که میبینه اعتماد میکنه، باورش نمیاد که این پدر سوخته دروغ میگه. اینا از اعتماد مردم سوء استفاده میکنن، پدر سوختگی همگیش. ولو اگر شما برید سر بدید که واقعا این شخصی که این مرد لب را گفته، برو در کتاب شهید اول ببین، برو در کتاب مفید ببین، او از یک چیز دیگر گفته، مرحوم مفید ناظر اصلا به این کلام نیست. این را بردن هوایی مثلا با اون یک کمی از قیچی میکنن، یک کمی از پیش خود اضافه میکنن، یک کمی از پیش خود اون شکل جملهش را تغییر میدن، بعد او را میگن این ملت فقی گفته. خب این زرنگی ها را ما بلدیم جانمان، اینا را برید یک جای دیگر، اون طلبای قوم اونجا ها به اون بیچاره هایی که چیز نمیفهمند با اونا بگید. برادر عزیز من، اینا با ما اینجا بله کاربرد نداره، خدا خیرت بده. سلام.